سلامی پر از محبت به شما خوبان. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشید. با قسمت دیگه از برنامه دلگرمی در خدمت شما هستم و خوشحالم که شما هم با برنامه امروز ما همراه شدین، چون میخواییم در مورد سکوت خدا در مواقع بحرانی صحبت کنیم. پس تشویقتون میکنم تا انتها همراه من باشید. سکوت گاهی دلنشین، اما گاهی برای ما میتونه ترسناک باشه. ولی وحشتناک تر از اون زمانیه که خدا در بحرانهای زندگی ما سکوت میکنه. اونجاست که شک و ترس تو دل ما راه پیدا میکنه. زمانهایی که چیزی مثل خوره به جونت میافته و دائم به خودت میگی من چه کار بدی کردم که دیگه صدایی از خدا نمیشنوم. خداوندا به من بگو من چه کار اشتباهی کردم، فقط کلمه ای با من حرف بزن، فقط نشونم بده، حتی یه نشونه یه کوچیک. اما لطفاً سکوت نکن، خدایا یه چیزی بگو. این زمانها زمانهاییه که بیشتر از هر موقع دیگه نیاز داریم که خدا معجزه کنه و ما رو عبور بده. اما هر چقدر خدا رو صدا میزنی باز هم جوابت سکوته. خودم برای سالهای متوالی تو این شرایط قرار داشتم. انگار همه درا به روی من بسته شده بودن و من دائم با اشک و التماس از خدا میخواستم که فقط حضورشو بر من نمایان کنه. اما انگار درهای آسمان هم به روی من بسته شده بود. این زجرآورترین برهه زندگی من بود. یادم دائم توی دعاهام به خدا التماس می کردم که فقط چیزی بگو. گاهی با خودم فکر می کردم حتما مرتکب گناه یا اشتباهی شدم که نمی تونم صدای خدا رو بشنوم. گاهی هم گله‌مند بودم که چرا من؟ چرا این همه بلا سر من میاد؟ من که از نظر خودم کار اشتباهی نکردم. تو اون روزا احساسات مختلف و متناقضی رو تجربه می کردم تا اینکه بالاخره به یک ثبات رسیدم. وقتی به دقت کتاب مقدس رو می خوندم متوجه شدم که خدا در زندگی زنان و مردان ایمان هم توی برهه‌ای از زندگیشون سکوت اختیار کرده بود. وقتی فهمیدم که فقط من توی این شرایط نبودم، این به من امید داد و فهمیدم سکوت هم یکی از روش‌های خداست. من بعد از اون سکوت طولانی خداوند خیلی تغییر کردم. خیلی توی ایمانم پخته تر شدم. صبر و تحملم نسبت به قبل اصلاً قابل قیاس نبود و درک من از مسائل خیلی عمیق تر شد. بله، خدا سکوت می‌کنه چون از سکوتش هدفی برای ما داره. اجازه بدید به زندگی مردی در کتاب مقدس نگاهی بندازیم. راستش زمانی که آسمان زندگی من توی سکوت بود، زندگی این مرد منو جذب خودش کرد. احتمالاً حد زدین که این مرد ایوبه. ایوب در زمان خودش مرد کامل و صالحی بود و همه از اون به نیکنامی یاد می کردن. اما ناگهان زندگیش زیر و رو می شه و مصیبت پشت مصیبت روی سرش آوار می شه. اگر کتاب ایوب رو تا به حال نخوندین، تشویقتون می کنم که با دقت این کتاب رو مطالعه کنید و توش تأمل کنید. مخصوصا اگر شما هم توی برهه‌ای هستین که خدا در زندگی شما سکوت کرده. داشتم میگفتم ایوب به یک بار دار و ندارش رو از دست میده. اموالش و دامهاش و زمینهای کشاورزیش و فرزندانش و
و بدتر از همه سلامتشو. اون به یک بیماری مهلک مبتلا میشه. حتی تصورش هم وحشتناکه. اما واکنش ایوب خیلی جالبه. اولین واکنشی که نشون میده این بود که گفت خدا داد و خدا گرفت. چه دیدگاه زیبایی. اما مدتی که گذشت ایوب دیگه هیچ صدایی از خدا نمیشنید. احتمالاً تو دل خودش مطمئن بود که خدا هدفشو تو زندگی اون نمایان میکنه. اما بعد از مدتی که در سکوت خداوند سپری شد و بعد از شنیدن سرکوفت‌های دیگران کم کم شک به دلش راه پیدا کرد. همسرشو دوست داشت، مرتب اونو سرزنش میکردن و بهش میگفتن که تو حتماً مرتکب گناهی شدی. اما ایوب اصرار داشت که اشتباهی نکرده. حدس میزنم که اون انتظار داشت که خدا از اون پشتیبانی میکنه و به دیگران نشون میده که حقیقتو میگه. اما وقتی خدا هم سکوت کرد، اون حسابی مایوس و ناامید شد، که البته حقم داشت. خیلی شرایط سختیه. کافیه که شبیه این شرایط رو تجربه کرده باشی. زمانی که خود من تو این شرایط بودم، وقتی به زندگی ایوب نگاه می کردم، به مشکلات خودم امیدوار شدم. با خودم می گفتم خدا رو شکر که بچه هم سالم و سلامتن، بقیه مشکلات حل شدنیه. خلاصه زمانی که ایوب از دست دوستاش به سطوح اومد، لب به شکایت باز کرد و از خدا خواست که جواب سوالاتشو بده. و در آخر خداوند سکوت رو میشکنه و با ایوب صحبت میکنه و بعد هم دو برابر بیشتر از قبل اونو برکت میده. بله عزیزان، خدای ما خدای امینه و از همه کارهاش هدف داره. رساله عبرانیان باب 12 آیه 11 میگه هیچ تأدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شده اند، میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. دوست عزیز، شاید شما هم تجربه این سکوت رو داشته باشین و شاید هم توی این شرایط به سر می برید. شاید کلافه و سردرگمی، شاید تمام درهای زندگی و حتی آسمون زندگیتون توی سکوت باشه. اما به عنوان کسی که از این شرایط عبور کردم، تشویقتون میکنم که در این سکوت صبور باشید و از خدا ناامید نشید. مطمئن باشید که خدا در پس پرده زندگی شما داره کار میکنه. بدونید که اون از سکوت هدفی داره. سعی کنید در این شرایط توی ایمانتون استوار بمونید و اجازه ندید شک و دودلی شما را از خدا دور کنه. مطمئن باشید بعد از این دوران میوه عدالت و پارسایی خداوند رو خواهید خورد. پس صبورانه برای خداوند انتظار بکشید. من با تو هم پرنده هم بدون بالها به سویت پرواز می کنم. وقتی من با تو هم آرامم، با وجود این قفس آزادم. وقتی من با تو هم شده ما نیازی ندارم، وقتی تو را دارم. وقتی من با تو هم من خودمم. اسم شیرین تو زمزمه من. خداوندا تو رو شکر میکنیم و تو رو عاشقانه میپرستیم. ما رو ببخش ای خداوند برای لحظه هایی که به تو و قدرتت شک کردیم. ما رو ببخش که گاهی ازت ناامید و دلگیر شدیم و لب به شکوه و شکایت باز کردیم، در حالی که می دونیم که تو پدر مهربون ما هستی، که هدفت اصلاح و تربیت ماست تا
ما رو تبدیل کنی. خداوندا دعا میکنم برای کسانی که توی زندگیشون سکوت اختیار کردی، این عزیزان رو قوت ببخش، تقویت کن تا صبورانه از این بیابان عبور کنن. ما ایمان داریم ای خداوند که تو برای تک تک ما هدف داری. دوستت داریم و دعاهامونو به اسم پرقدرت عیسی مسیح به حضورت میاریم. با شکرگزاری آمین. توی امید زنده، کلامت نور راه من، توی سربر و یارم، فریاد پیروزی من، توی سر خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. اگر شما هم احساس می‌کنید که آسمون زندگیتون در سکوت فرو رفته، بدونید که این اتفاق فقط برای شما نیفتاده و با ایمان و قوت به پیش برید و به خدا اعتماد کنید تا کاری که در شما آغاز کرده رو به کمال برسونه. لحظه هاتون خوش و تا برنامه آینده بدرود. پرواز پرواز آرزوی منه، رسیدن به عیسی در وجود منه. چند سالی که از خدا دور بودم، با وجود چشام مثل کوه ها بودم. عیسی مسیح نجاتم